بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا. من سیروس مشکی، وکیل دادگستری، خوشبختم که مثل همیشه این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. برنامه در جستجوی عدالت که روزهای پنج شنبه از این کانال تلویزیونی پخش میشه و بازپخش اون هم در روزها و ساعات دیگر در خدمتتون هست، اختصاص به مسائل حقوقی و مهاجرتی داره و دوستان عزیزی که مایلن در مورد مسائلی که در این برنامه مطرح میشه نظراتی ابراز کنند یا پرسش هایی دارند، همواره میتونن با ایمیل من cirusmeshki@gmail.com تماس بگیرن و من در اولین فرصت در خدمتتون خواهم. کارگردان فنی برنامه ما مثل همیشه دوست عزیز آقای رضا کیهان هستن که از محبت و همکاریشون سپاسگزار هستم. اجازه میخوام با توجه به تراکم پرسش هایی که در طول یکی دو هفته گذشته از طریق ایمیل مطرح فرمودید، این برنامه را اختصاص بدم به پاسخ به سوالهای شما عزیزان. آقای منوچهر طی یک ایمیل نسبتا مفصلی مرور فرمودن نگارنده را فعلا بدین اسم بشناسید. دوست دوران کودکی فردی هستم از بچه های امیریه و از رفقای بسیار صمیمی جنابالی، ولی قاطعانه ایشان را از دوران دبستان می شناسم که می آمدن به زیارت سید نصرالدین با نزدیکان درجه یک مثل مرحوم مادرشان و حضرت عبدالعظیم برای زیارت زنده یاد پدرشان که سردفتر بودند و در جنوب تهران، و دوستان صمیمی مشترک زیاد داریم. من خودم کارت سبزم را از طریق پسر بزرگم که تقریبا 52 ساله است و با نبه هایم در حال حاضر مقیم ویرجینیا هستند گرفتم. خانمم مدت یک سال از فوت شده. من میایم برای دیدن فرزندانم. من تا بعد از گرفتن کارت سبز یکی دو بار طبق مقررات هر 6 ماه یک بار به امریکا آمدم. ولی آخرین باری که به امریکا آمدم در فرودگاه مرا بردن به یک سالن بسیار بزرگی که پر از زن و مرد بود از ملیت‌های مختلف. به محض ورودم یک خانم امریکایی به من گفت که Who are you؟ من گفتم منوچهر و از ایران میایم. گفت که ایران؟ گفتم بلی. گفت بنشین، امشب با تو در زندان کار دارم و اسم مرا یعنی پرونده‌ام را نفرستاد به داخل. ولی باور کنید چند ثانیه طول نکشید که پاسخ داده شده بود توی بلنگو که منوچهر آزاد است برود. رفتم پیش اون خانم گفتم که من از تو شکایت خواهم کرد. در جواب گفت ببخشید من اشتباه کردم. فوراً به من یک صندلی چرخدار داد و خلاصه تا واشنگتن در فرودگاه هم به من صندلی چرخ دادم. بلافاصله چند دقیقه کارم را درست کردم و گفتم برو. من فکر کردم که این همه تحصیلات مربوط می شود به دوران کنونی و ماجراهای دولت ایران، ولی پیش خود گفتم شاید این سوابق سبب آن همه تحصیلات شده. فراموش کردم بگویم که در 2 روز گذشته رفتم به امامزاده صالح و مزار برادر دوست مشترک. برای من میخوام ببینم که بالاخره سوال ایشون چی هست. خواستم حضرت عالی در برنامه هفتگی خود در ایران فردا بفرمایید که من برای گرفتن کارت اقامتم سیتیزنشیپ و کارت سبز فرزندانم که مدت 20 سال اقامت در ویرجینیا دارند و زندگی می کنند چه باید بکنم؟ آیا حاضرید که قبول زحمت بفرمایید؟ آیا من با مشکل قرنطینه مواجه خواهم شد؟ البته به علت عرض کمی که در اختیار دارم سعی می کنم در یک هتل درجه 3 در نزدیکی دفتر جنابالی شخصا به حضور برسم و تنها هدایایی که برای شما دارم کتب آموزشی زبان خارجی برای رشته حقوق قضایی است که به عنوان سوغات می آورم. من در زمینه های جهانی تحقیقاتی دارم، استراتژی تغییر و پذیرش نیروی و
برای سازمان‌های بهداشت و درمان. در حال چون نامه مفصله، ممنونم از لطفتون، هدیه هم احتیاج نیست زحمت بکشید، حضور خودتون کافی است، ولی نمیدونم به هر حال سوالتون آیا به قرنطینه خواهید رفت؟ این روزها که اصولا نمیگذارن کسی از ایران سوار هواپیما بشه بیاد، یعنی از مقصد ایران به امریکا، ولی اگر آمدید و از ایران بود محل سوار شدن هواپیماتون، در ابتدا 2 هفته قرنطینه خواهید داشت. آقای رضا مرحوم فرمودند با تشکر بسیار، همسر من در لاتاری سال برای سال 2021 امریکا در مرحله اول پذیرفته شده است. و اینک چند سوال دارم. نخواست این که آیا عدد کیس نامبر برنده شده تأثیری در پذیرش یا آدم پذیرش جهت مصاحبه در سفارت امریکا دارد یا خیر؟ بله حتما داره، برای اینکه تعداد کسانی که از طریق لاتاری گرین کارت میگیرند بیش از، یعنی کمتر از اون تعدادیه که در قرعه کشی اسمشون اعلام میشه، و بنابراین آنها که نمره جلوتری داشته باشن شانس بیشتری خواهند داشت. دوم، سوابق خدمتی من به شهر زیر است و اگر لطف فرمایید به من بگویید که آیا اینها مشمول تحریم وزارت خزانه‌داری امریکا هست یا خیر. شرکت شیشه خصوصی، شرکت خصوصی تولید کننده کولر اتومبیل، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مأمور از طرف شرکت ISQI در اداره کل استاندارد، کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سربازی خدمت نظام‌وظیفه در نیروی زمینی ارتش. به نظر نمیرسه که سوابق شما در اونچه که فرمودی، چون بیشتر جنبه بازرسی داشته و کارهای صرفا اداری، مشکلی از لحاظ تحریم برای شما ایجاد کنه. سوال بعدی این است که آیا تفاوتی میان سفارتخانه های مصاحبه کننده در کشورهای ارمنستان و امارات متحده عربی، ابوظبی و ترکیه از نظر درصد و شانس قبولی وجود دارد یا خیر؟ نه هیچ فرقی نداره، اینا همه طبق مقرراتی که از طریق قانون و وزارت خارجه به اونها ابلاغ میشه عمل میکنن. سال بعد، همسر من برنده لاتاری یک رشته شغلی دارد، کارشناس تغذیه، اما به صورت پاره وقت در چند مرکز توانبخشی بهزیستی انجام وظیفه میکنن. آیا باید تمام این مشاغل را در فرمهای مربوط نام ببرد؟ بله حتما باید نام ببره. برای ثبت نام در لاتاری در سال 2019 همسر من به جای آدرس ایمیل خودشان آدرس ایمیل من را نوشتند. آیا در مراحل بعدی همان را جهت ارتباط با سفارت بدهیم یا آدرس ایمیل؟ فرقی نمیکنه، هر آدرسی رو بخواید میتونید اصلاح کنید و بدهید. آقای مه، ما مثل این که به موزیک رسیدیم، به یک ترانه زیبا توجه کنید برای تغییر ذائقه. باز میگردم در خدمتتون. بینندگان گرامی، به دنباله پرسش های شما میپردازم. آقای مهدی مرحوم فرمودن با سلام و عرض ادب و احترام، من حدود 24 سال پیش به کنسولگری امریکا در استانبول رفتم و تقاضای ویزا دادم، ولی آنجا یک اتفاق امنیتی افتاد که ترجیح میدهم فقط به خود شما بگویم. به هر حال من نتوانستم ویزا بگیرم و نتوانستم به امریکا بیایم. لطفا اگر می شود راهنمایی کنید که در مورد آن اتفاق من چگونه و به کجا می توانم شکایت کنم، از آن کنسول و یا کسان دیگری که از آنها شکایات امنیتی محرمانه دارم که عواقب اون اتفاق تا همین الان در زندگی من ادامه دارد و من باید آن مورد را در امریکا پیگیری قضایی کنم و لااقل باید به اطلاع سیستم عالی قضایی امریکا برسانم. به غیر از آن اتفاق موارد بسیار دیگری هست که حتما باید به اطلاع سیستم عالی قضایی امریکا برسانم. آیا ممکن است که من اینها را به اطلاع شما برسانم و شما زحمت بکشید و از جانب من اطلاع رسانی کنید؟ عرض کنم که من که نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده و چقدر بیاناتی که فرمودید
میتونه حائز اهمیت باشه، ولی اگر اتفاق 24 سال قبل افتاده حتما مشمول مرور زمان شده، چون در 24 سال گذشته اقدامی نکردید، الان هم دیگه بگذارید از خیلی این کار. آقای محمد مرحوم فرمودن با سلام و تشکر از زحمات شما بر جامعه ایرانی مقیم امریکا و خارج، من و خانوادم 6 سال است که به امریکا مهاجرت کردیم و گرین کارت داریم. با توجه به گذشته بالای 5 سال از مهاجرتمان در حال پر کردن فرم‌های تابعیت هستیم. زمانی که مهاجرت کردیم پسر من 24 سالش بود و اکنون 30 سال دارد. همه موارد ما بر طبق قانون و مقررات امریکا برای سیزن شدن درست است. فقط زمانی که پسرم فرم را پر می کرد با سوالی روبرو شد که نمی دانستیم چه کار باید بکنیم. سوال این است: Did you register for the selective service? If no, why did you not register with the selective service? یعنی آیا برای خدمت سربازی ثبت نام کردید در امریکا یا نه؟ ما به یاد نداریم نامه‌ای برای ما آمده باشد و یا دستورالعملی مبتنی بر پر کردن این آیتم. شاید هم اوایل که به امریکا آمدیم چند ماهی منزل برادرمان مهمان بودیم، آن موقع نامه آمده باشد، ولی به هر حال ما فرمی را پر نکردیم. من کمی در گوگل بررسی کردم و دیدم که نوشته این را میبایست پر میکردیم، هرچند که میتوانیم دلیلی برای پر نکردن بیاوریم. ما در ایالت تنسی شهر منفیس زندگی میکنیم. اینجا وکیل اداره مهاجرت نداریم. اگر ممکن است شما لطف کنید و راهنمایی کنید. نه مشکلی نیست، ایشون میتونن الان برن به اداره سلکتیو سرویس محلشون مراجعه کنن، اونها بهشون یه ورقه میدن که شما معاف هستید و از این جهت مشکلی پیش نخواهد اومد. خانم مریم مرحوم فرمودن من دانشجویی آمدم به امریکا، اکنون درسم تمام شده و با اجازه کار OPT میخواهم از 15 جولای به سر کار بروم. همچنین مایلم با یک آقای امریکایی ازدواج کنم. اول باید ازدواج ایرانی کنم یا امریکایی؟ آیا مثل شرایط ضمن عقد که در ایران وجود دارد در امریکا نیز وجود دارد؟ اگر من ازدواج امریکایی انجام بدهم حق ادامه تحصیل و کار در ایالت دیگر را خواهم داشت یا باید همسرم این حق را به من بدهد و مثل ایران شرایط ضمن عقد باید بگذارم؟ آیا پرینوپچال اگریمنت را توصیه میکنید؟ چه کار کنم که بعد از ازدواج درآمدم نصف نشود به خاطر قانونی که در امریکا هست؟ با سپاس. عرض کنم حضورتون که دونه دونه به سوالای شما جواب دم. اولا ازدواج شما در امریکا یا در هر کشوری که میکنید اگر بر طبق قوانین اون محل به صورت صحیح انجام شده باشه دیگه نیازی به ازدواج دیگری ندارید. بنابراین ازدواج شما در امریکا به طور کلی معتبر خواهد بود در همه جای دنیا. منتها اگر بروید به ایران و در ایران این ازدواج رو هم ثبت بکنید، بعد برای اجازه گرفتن های لازم برای مسافرت و غیره ممکنه مواجه با مشکلاتی بشوید. به همین دلیل است که بهتره که یک سندی از همسرتون بگیرید که در صورتی که از لحاظ قوانین ایران اختیاراتی به ایشون داده شده بود، که چون ایران تبعیض زیادی میگذاره بین زن و مرد، بنابراین این تبعیض رو با یک قرارداد میتونید منتفی بکنید. اما اینکه آیا میتوانید در ایالات دیگر هم بروید و کار بکنید بدون اجازه همسر؟ بله، در امریکا ما این چنین محدودیتی نداریم برای خانم ها که برای سفر بخواهم اجازه بگیرن. بنابراین شما میتوانید به هر جا برید. طبیعتا اگر سفری باشه که با مخالفت مواجه بشه احتمالا به منزله اینه که اون ازدواج خیلی دوام و قوامی نخواهد داشت، ولی به هر حال در امریکا از جهات مختلف حقوق زن و مرد مساوی است و از این جهت مردان برتری زیادی نسبت به خانم‌ها ندارن برخلاف متأسفانه قانون ایران. البته متأسفانه از این جهت عرض می‌کنم که در ایران اسباب تأسفه که این تبعیضات وجود داره. اما پرینوپچوال اگریمنت یعنی قراردادی که قبل از ازدواج زن و شوهر تهیه میکنن برای اینکه تکلیف تقسیم اموالشون رو بعد از یا در صورت جدایی تعیین بکنن، در مورد بعضی از خانواده ها حتما و اجباری است و باید انجام بشه،
به خصوص در مواردی که درآمد یک طرف، یکی از زوجین، از درآمد اون زوج دیگر تفاوت فاحش داشته باشه. ولی در مواردی که دو جوان دارن با هم پیوند زناشویی میبندن و احتمالاً امکانات کسب درآمدشون در آینده هم مساوی یا تقریبا یکسانه، شاید نیازی به چنین قراردادی نباشه. هرچند که در حال حاضر به طور کلی در امریکا پریناتشال اگریمنت یا قرارداد پیش از ازدواج فقط مربوط به مسائل مالی نمیشه، بلکه طرفین میتونن شرایط زیادی رو از جمله این که اگر سگی دارن یا گربه‌ای دارن در موقع طلاق به کی برسه، یا در نحوه دید و بازدید با اقوام خانم یا آقا چگونه باشه، چند مدت باشه، یا روابط خصوصیشون رو چگونه تنظیم کنن، همه اینها رو این روزها میشه در قرارداد پریناپ ذکر کرد. خانم ترانه مرحوم فرمودن در فوریه سال 2008 پدر شوهرم که سیتیزن امریکا بود برای من و همسرم درخواست گرین کارت کرد. تا نوامبر 2019 نامه از اداره مهاجرت بعد از 11 سال برای ما آمد و گفتند که مبلغ 780 دلار به حساب سفارت امریکا در دبی بریزیم تا لیست مدارک لازم را به ما بدهند. ما هم واریز کردیم، ولی پدر شوهرم تقریبا 2.5 سال پیش فوت شدند. حالا سوال من این است که آیا می توانیم پرونده را از طریق برادر شوهرم که ایشان هم سیتیزن امریکا هستند ادامه دهیم؟ ممکن است بتونید. شرایط خاصی داره، اولا دیسکریشنری که داره ایمیگریشن قبول بکنه این جابجایی اسپانسر رو، ثانیا شانس شما برای چنین جابجایی وقتی خیلی قوی خواهد بود که در تاریخ که برای شما تقاضای سیزن گرین کارت از طریق پدر شوهر مرحومتون شده، شما اگر در امریکا می بودید در آن تاریخ شانس زیادی دارید که حتما جابجایی اسپانسر مورد تصویب قرار بگیره. خانم فرزانه مرحوم فرمودن من و دخترم در سال 2006 موفق به حصول گرین کارت شدیم. برادرم برای ما درخواست داده بود. 4 ماه در امریکا ماندیم، بعد به ایران برگشتیم. دخترم 2 سال بعد به امریکا برگشت و 2 هفته بعد به ایران آمد و ما دیگر به امریکا نیامدیم و شرایط تمدید هم نداشتیم. اگر بخواهیم برای ویزیت به امریکا بیاییم، آیا به ما ویزا میدهند و یا داشتن این گرین کارت تأثیری در کار ما ایجاد میکند؟ آیا برادرمان میتواند دوباره برای ما درخواست بدهد؟ ویزای توریستی با توجه به این سوابق احتمالاً به شما نخواهند داد یا خیلی مشکل خواهند داد. گرین کارتتون تسهیلی ایجاد نمیکنه مگر اینکه بتونید با اون گرین کارت منقضی شده سوار هواپیما بشید و خود رو به امریکا برسونید. در اون صورت راههایی است که بشه تمدیدش کرد و دوباره او رو احیا کرد. اما اینکه برادرتون میتونه دوباره برای شما تقاضای گرین کارت کنه، حتما میتونه. این حق از ایشون و از شما سلب نشده، همواره میتونید این کار رو بکنید. بینندگان گرامی، من به پایان وقت برنامه امروز رسیدم. با سپاس از شما و با سپاس از رضا کیهان عزیز، تا هفته آینده روز و روزگار خوش.